بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، خوش آمدین به فصل پنجم نرمال سازی. اهداف این جلسه ما است در قسمت اول وابستگی های طبیعی یا فانکشنال دیپندنسی ها را می خوانیم و بعدا وابستگی با واسطه ترانزیتیو دیپندنسی را به شما به تشریح می گیریم و بعد از او به نرمالایزیشن میریم. انواع شکل های یا فرم های نرمال و شما به تشریح میگیریم و شکل اول نرمال، شکل دوم نرمال، شکل سوم و شکل بایسکوت نرمال و بالاخره شکل چهارم نرمال و شما به تشریح میگیریم. وابستگی ها را چرا میخوانیم؟ به خاطر نرمال سازی ما نیاز داریم که وابستگی ها بین اتریبیوت ها یا بین خود ستون های یک جدول باید بفهمیم و بعد از او نرمال کرده بریم. نرمال سازی معمولا به خاطر از بین بردن اونم افزونی اطلاعات یا تکرار اطلاعات و یا اینکه مشکلاتی که در خود دیتابیس ما می باشه، به خاطر از بین بردن اون مشکلات و می تانیم از خود وابستگی ها استفاده کنیم که وابستگی رابطهشون رو پیدا کنه و بعد توسط نرمال سازی اون مشکلات را از بین ببریم. خب در قسمت اول وابستگی تابعی چیست؟ در مدل رابطه دیتابیس وابستگی تابعی یا فانکشنال دیپندنسی رابطه بین دو مجموعه ستون ها را در یک جدول مشخص میکنه. رابطه بین دو مجموعه یا دو سطح از ستون ها یا اتریبیوت ها را به نام فانکشنال دیپندنسی یاد میکنه. رابطه نه به معنای ارتباط یا رابطه که ما در فصل چهارم خوانیم ارتباط، نه خیر، به این لاجیکلی ارتباط یا رابطه مفهومی که بین ستون ها میتونه به وجود باشه، اون رابطه را به نام فانکشنال دیپندنسی یاد میکنه. چگونه مثلا خود ستون آیدی داریم و ستون نام داریم، در جدول محصلین آیدی محصل مشخص کننده خود نام محصل میتونه باشه، پس ستون نام ما وابسته به ستون آیدی ما هستن. این قسم رابطه مفهومی را به نام وابستگی تابعی یاد میکنند. وابستگی تابعی عبارت از رابطه ای است که یک ستون توسط ستون دیگر به صورت یکتا مشخص میشه، به نام فانکشنال دیپندنسی یاد میکنه. مثلا در یک فروشگاه اگر قوطی کلچه ها فی دانه مبلغ 10 افغانی باشه، قیمت اضافه از یک قوطی به طور ساده میتونیم معلوم کنیم که نمبر قوطی ها ضرب 10 میکنیم، هر قوطی که گرفته بودیم قیمت نهایی ما را مشخص میکنه. این نوع رابطه را به نام رابطه تابعی یا وابستگی تابعی یاد میکنه. اگر به سطر بالا توجه شود، رابطه بین ستون کوکی کاست و ستون نمبر آف باکسس عبارت از مربوط بودن کوکی کاست به نمبر آف باکسس می شود، یعنی عنصر اول تابع عنصر دوم است. در اساسات دیتابیس این جمله به شکل زلی را می گردد که به شکل وابستگی تابعی ارائه می گردد که خود نمبر آف باکسس مشخص کننده یا دیترمیننت کوکی کاست میتونه باشه، قیمت کوکی چند است، قیمت مجموعیش چند است، چند قوطی که گرفتی و نمقدر قیمت مجموعیش میشه. در مثال فوق عنصر نمبر آف باکسس مشخص کننده یا دیترمیننت میتونیم بگیم دیترمیننت و عنصر کوکی کاست میباشه. متحوله که در طرف چپ واقع شده است، یعنی عنصر نمبر آف باکسس به نام دیترمیننت عنصر طرف راست یا کوکی کاست یاد میشه و طرف راست که است به نام دیپندنت متحوله که در طرف راست واقع شده است، یعنی کوکی کاست دیپندنت یا وابسته به چیست به نمبر آف باکس میتونه باشه. به این شکل چپ و راست ما میتونیم تشخیص بدیم عنصری که طرف دست چپ خود ایروکی یا تیرک میتونه باشه به معنای طرف دست چپش دیترمیننت و طرف راستش دیپندنت و یا وابسته. در این مثال بعدی وابستگی تابعی را در این جدول میتونیم به خوبی به تشریح بگیریم. مثلا یک جدول داریم راجع به شکل ها که
قیمت اولی رد، وزنش از 5 و شکلش است مثلا بال است. دومی آبجکت کلر ما بلو است، اما وزنش از 3 است و کیوب است. و شکل سیومی که است از یلو یا زرد و وزنش 7 است و یام کیوب است. اینال آبجکت کلر ما خود ما مشخص کننده وزن ما و یا مشخص کننده خود شکل ما میتونه باشه. اگر بگوییم شکل رد یادآوری کنیم، طبیعتا در ذهن ما میگه رد خب وزنش 5 بود دیگه، هر شکلی که باشه وزنش 5 بود، یعنی آبجکت کلر ما مشخص کننده رنگ ماست. پس این رابطه را به نام فانکشنال دیپندنسی یاد میکنن. رابطه عدمی نیست که بین دو ستون باشه، میتونه بین دو مجموعه ستون ها باشه. و رنگ شی مشخص کننده یا دیترمیننت وزن شی است. اما آبجکت کلر که بود رد، بلو، یلو که بود دیترمیننت است دیگه. طرف دست چپ خودم همی طرف دست چپ آبجکت کلر ایروکی ذکر میشه. و ویت ما کسته ویت یا وزن کسته، وزن اونمو شکل یا جسم طرف دست راست قرار داره که برام خود دیپندنت یا وابسته به رنگ شی است یا آبجکت کلر میتونه باشه. وزن شی مربوط به رنگ شی می باشد. همین جمله طور زیلم نشان داده میشه که آبجکت کلر دیترمیننت وزن میتونه باشه. به همین ترتیب اگر گفته شود که اشیای سرخ عبارت از توپ ها و اشیای آبی و زرد عبارت از ششتولی ها، این جمله زل نیز درست می باشد که آبجکت کلر ما تعیین کننده یا دیترمیننت یا مشخص کننده خود شیپ یا شکل های ما است. هرگاه اگر رنگ سرخ یادآوری کردیم در ذهن ما اونو میاد که رنگ سرخ و تمامیش توپ ها بود، و اگر رنگ آبی و زرد یاد کنیم اونم کیوب یا ششتولی ها در ذهن ما میاد. پس آبجکت کلر ما دیترمیننت یا مشخص کننده خود شیپ های ما هست، یعنی یک ستون دو ستون دیگر دیترمین میکنه و یک مشخص میکنه. چون رنگ شی مشخص کننده دیترمیننت وزن و شکل هر دو می باشد، پس گفته میتونیم که آبجکت کلر یا رنگ شی دیترمیننت هم وزن است و هم دیترمیننت شکل میتونه باشه. در این شکل وابستگی تعبیر کدامش دیترمیننت است کدامش دیپندنت خیلی خوب میتونیم اینجا در این شکل ببینیم. خود اکس ما که است، اکس ما یا طرف دست چپ ما، ستونی که طرف دست چپ خود تیرک ذکر میشه به نام دیترمیننت است. و وای که طرف دست راست، یک یا چند ستونی که طرف دست راست با قرار میگیره به نام دیپندنت است. دیپندنت یا وابسته به چیست؟ به خود دیترمیننت ما. اگر بخوانیمش از طرف دست راست خوانده میشه وای از فانکشنالی دیپندنت آن اکس، و یا اینکه اگر از طرف دست چپ بخوانیم اکس دیترمینز وای. سو در این قسمت فانکشنال دیپندنسی بین دو ستون X و Y را به یک قسم نشان داده میتونیم. اکثرا از طرف دست راست میخوانیم Y ما به شکل وابستگی تابعی وابسته به ستون X میتونه باشه. نوع دیگری از وابستگی ها وابستگی با واسطه است یا ترانزیتیف دیپندنسی است. ترانزیتیف دیپندنسی به چی معنی؟ وابستگی با واسطه عبارت از یک وابستگی طبیعی است که دارای خاصیت انتقالی باشه. امو که یک مساواتی که A اگر A مساوی به B باشه و B مساوی به C باشه، پس از این مساوات ما میتونیم که بگوییم که A مساوی به C است. این قسمت هم اگر ستون A ستون B را مشخص کنه و ستون B ستون C را مشخص کنه، پس گفته میتونه که ستون A ستون C را مشخص میکنه. این خصوصیت به نام ای وابستگی را به نام وابستگی با واسطه یاد میکنه. این نوع وابستگی تنها در جدول هایی که تعداد ستون های آن 3 و یا بیشتر از آن باشد وجود داشته
میتواند وجود داشته باشد. ستونهایش بیشتر از 3 باشد، به خاطر از اینکه ستون اول ستون دوم مشخص کنه، ستون دوم ستون سوم بیشتر از 3 ستون که داشته باشد، باز امکان وجود این و وابستگی میتونه باشه. در خود نرمالایزیشن یا نرمال سازی ما باید حداقل تا ایدونه و وابستگی را باید یاد داشته باشیم تا که بتانیم جداول ما را نرمال بسازیم. وابستگی با واسطه چیست؟ ترانزیتیو دیپندنسی وقتی به میان میاد که یک یا چندین ستون در یک جدول توسط یکی از ستونهای غیر کلیدی در همان جدول مشخص یا دیترمان شده باشد. یک ستون و یک چند ستون توسط یکی از ستونهای غیر کلیدی دیگر چی شوه؟ مشخص شوه یا دیترمان شوه، در او وقت ترانزیتیو دیپندنسی به وجود میاید. وابستگی با واسطه یا ترانزیتیو دیپندنسی مثلا در جدول استودنت یا در جدول محصلین، اگر ستونهای استودنت آیدی، استودنت نیم، دارم یا لیلا، موقعیت لیلا، دارمتری لوکیشن اگر داشته باشیم، در مثال بالا ستون استودنت آیدی عبارت از ستون کلیدی یا کلید اصلی یا پرایمری کی خود جدول استودنت ماست و مشخص کننده بقیه ستون ها میتونه باشه، دیترمیننت و بقیه ستون ها میتونه باشه. اما در اینجا یک ستون دیگر است، ستون دارم که یک ستون غیر کلیدی است، توسط ستون که خودش توسط ستون یا کالم استودنت آیدی مشخص شده و ای هم مشخص کننده موقعیت خود دارمتری یا لیلیه میتونه باشه. پس اقسم وابستگی را به نام وابستگی با واسطه یاد میکنن. استودنت آیدی دیترمن کننده دارم است و ستون دارم دیترمن یا مشخص کننده دارم لوکیشن است. پس میتونه استودنت آیدی هم مشخص کننده دارم لوکیشن باشه. این هم ارتباط را به نام ارتباط با واسطه یاد میکنن. جمله بالا یک وابستگی با واسطه یا ترانزیتیو دیپندنسی را در جدول استودنت نشان میدهد. اگر مثال دیگر مثال ویکل داشته باشیم، وی آی این داشته باشیم، ستون میک، ستون مدل، ستون یر، تاریخ، ان آی دی و اونر داشته باشیم، در این مثال وی آی این که هسته پرایمری خود جدول ویکل ماست، ویکل ایدنتیتی نمبر ماست، پرایمری کیش است و مطابقی ستون ها را دیترمین میکنه یا مشخص میکنه. اما یک ستون دیگری ان آی دی ما که هست یک ستون غیر کلیدی است، کلید اصلی ما یا پرایمری کی ما وی آی ان بود. پس خود ان آی دی ما یک ستون غیر کلیدی است که خودش توسط وی آی ان مشخص میشه. اما یک ستون دیگر را به نام اونر خودش مشخص میکنه، خودش یک ستون دیگر اونر مشخص میکنه. اقسم ریلیشنشپ یا اقسم ارتباط منطقی را به نام وابستگی های با واسطه یاد میکنن. وی آی این ان آی دی را مشخص میکنه، ان آی دی ما اونر را مشخص میکنه. پس وی آی این ما میتونه که اونر را مشخص کنه. اقسم وابستگی را به نام وابستگی های با واسطه یا ترانزیتیو دیپندنسی یاد میکنن. این جمله نیز یک وابستگی با واسطه یا ترانزیتیو دیپندنسی را در جدول ویکل نشان میده. در این مثال به خوبی میتونیم ترانزیتیو دیپندنسی را ببینیم. ای ما اگر وابسته به بی باشه و بی ما وابسته به سی باشه، پس ای ما وابسته به سی هم میتونه باشه. is depending on b is transitive dependent on c، به شکل با واسطه، به شکل مستقیم نه، به شکل با واسطه میتونه وابسته به سی باشه. مطابق من موصول باشه و از ریدندنسی افزونی اطلاعات، دوپلیکیت اطلاعات از اینا باید جلوگیری شود.
قسمت بعدی نارمل سازی را در قسمت دوم فصل پنجم انشاءالله دنبال خواهیم کرد. موفق و معید باشین و السلام علیکم و رحمت الله.